سلام دوستان، امروز 23 جولای 2019 هست که در خدمتون هستم. قبلا اعلام کرده بودم امروز میخوام یه مقدار راجع به ازدواج صحبت کنم. دوستانی سوالهایی رو مطرح کرده بودن که فکر کردم که اگر که بتونم امروز مختصری راجع به ازدواج، رابطه و اینکه چه چیزهایی در یه رابطه، یه قراردادی، حالا چه به صورت قراردادهای لفظی چه به صورت قراردادهای مداد و کاغذی در نظر بگیریم، چه چیزهای مطرح هست، با چه مسائلی مواجه هستیم و در واقع چه چیزهایی رو فکر میکنیم که در ازدواج مطرح هست، در حالی که در واقع به اشتباه فکر میکنیم که مطرح هست. خب اگر که بخوایم بدونیم حالا ازدواج، رابطه، من از کلمه ازدواج استفاده میکنم برای رابطه توی این صحبت ها، اگر بخوایم که بدونیم ازدواج چی هست، در واقع انگار یه موقعیتی هست برای دو نفر، برای اینکه بتونن کشمکش های درونی که به لحاظ فردی تجربه میکنن رو بتونن متعادل بکنن. خب ما توی ازدواج خیلی چیزها رو یاد میگیریم، خیلی تغییراتی رو به دست میاریم، یعنی در واقع رشدی رو به دست میاریم. وقتی که با یک فردی آشنا میشیم، خب خیلی دلمون نمیخواد که بخشهای نپذیرفتنی خودمون رو به نمایش بگذاریم، معمولا نقاب میزنیم و بخشهایی که جذاب هست، پذیرفتنی هست، دوست داشتنی هست رو به نمایش میگذاریم و خیلی ناهوشیار در پی این هستیم که اون کارهایی رو انجام بدیم که از طرف والدینمون، از طرف جامعه مورد پذیرش هست. خب هرچی که میگذره، در واقع بخشهایی که پذیرفتنی نیست، بخشهایی که دوست داشتنی نیست و ما اونها رو پنهان کردیم، نمایان تر میشه و این نمایان شدن این بخش ها اتفاق نمیفته مگر اینکه ما یک رابطه نزدیک و صمیمانه رو ایجاد بکنیم. خب پس یه رابطه نزدیک و صمیمانه خیلی وقتا میتونه بخش های ناهوشیار ما رو هم برای خودمون فاش بکنه، هم برای طرف مقابلمون، و اون چه که اهمیت داره این هست که چقدر نسبت به این بخش ها آگاهی پیدا میکنیم. خب البته کار به این راحتی ها نیست، معمولا واکنش های مختلفی رو ما نشون میدیم وقتی که داریم حس میکنیم که یه بخش هایی که پذیرفته شدنی نیست، یا حس میکنیم که داره اون فرد به ما نزدیک میشه و میخواد که صمیمیتی رو ایجاد بکنه، واکنش های نشون میدیم. ممکنه حالت های دفاعی به خودمون بگیریم، گاهی وقتا ممکنه که سعی بکنیم که کنترل بکنیم خودمون رو، و که معمولا این دفاع ها و کنترل ها خیلی کارآمد نیستن و خیلی پاسخگو نخواهند بود. ما میبینیم آدم هایی که توی روابط رسمیشون خیلی چهره واقعی خودشون رو نشون نمیدن. مثلا ما توی بحث کنترل خشم رو میبینیم، وقتی که صحبت میکنیم با اون فرد میبینیم که مواقعی دچار خشم میشه، مواقعی این برون ریزی خشم و پرخاشگریش رو نشون میده که با افراد نزدیک خودش هست. بنابراین توی روابط دوستانه و صمیمانه کم کم فرد ناهوشیار خودش رو برون ریزی میکنه، بدخلقی میکنه، عصبی میشه، گاهی وقتا غر میزنه، گاهی وقتا رنجش هایی رو از خودش نشون میده، بعضی وقتا توی رابطه میچسبه. خب اینها فقط ابعادی از وجود شخصیتی فرد هست که توی یک رابطه صمیمانه متجلی میشه. در واقع هرچی که فرد به طرف مقابل نزدیکتر میشه، احتمال اینکه احساس آسیب پذیری روی بیشتری رو تجربه بکنه و دست به دفاعهایی بزنه خب خیلی بیشتر هست. بنابراین اون چه که کمک میکنه به یک رابطه این هست که بتونیم صادقانه خودمون رو بررسی بکنیم،
هرچی که ما بیشتر خودمون رو سرکوب بکنیم، هرچی که بخش‌های ناهوشیار خودمون رو بیشتر به صورت دفاعی پنهان نگه داریم، احتمال اینکه اون فردی که قصد صمیمی شدن و نزدیک شدن به ما داره از ما فاصله بگیره خیلی بیشتر خواهد. پس خیلی واضح میتونیم این رو متوجه بشیم که هرچی ما به ناهوشیار خودمون آگاه تر باشیم، مطمئنن روابط بهتری رو خواهیم داشت. یعنی هرچی بتونیم که خودمون رو، بخشای وجودی خودمون رو بشناسیم و ازش آگاه باشیم، زخمهای خودمون رو بشناسیم و ازش آگاه باشیم. خب متاسفانه این اتفاق نمیفته. افراد به جای اینکه بدونن کلید خوشبختی اونها، کلید احساس خوب اونها توی روابط و مدیریت درست روابط این هست که خودشون رو کشف بکنن، خودشون رو بررسی بکنن و این تنها ابزار اونها هست برای رسیدن به اون چه که ازش به نام خوشبختی یاد میکنن، شروع میکنن به اینکه دنبال کسی بگردن که اونها رو خوشبخت میکنه. خب خیلی از این افرادی که به این نحو عمل میکنن وارد روابطی میشن و دیر یا زود از اون روابط خارج میشن و وقتی که اون روابط براشون به شکست میانجامه، خیلی وقتا به خودشون قول میدن که آدمی رو شبیه اون آدم دوباره انتخاب نکنن. اما تا زمانی که همچنان با اون زخمای عاطفی خودشون، با اون کوله بار گذشته خودشون به لحاظ عاطفی دست و پنجه نرم میکنن، هیچ بعید نیست که دوباره با فردی مشابه فرد قبلی وارد رابطه بشن و دوباره اون رابطه با مشکلاتی روبرو بشه. خب چرا اینطوری هست؟ خب باورهای درونی فرد باز تغییری نکرده، ترسهاش، دفاعهاش باز هم همونا هست، یعنی فرد روی اونها کار نکرده و در نتیجه همون داستان رو دنبال خواهد کرد. درست مثل این هست که شما این رو در نظر بگیرید که یه بازیکن تنیس داره توی زمین بازی بازی میکنه با حریفش و دائما توپش به تور تنیس برخورد میکنه و فکر میکنه که اگر بازیکن رو، یعنی در واقع حریف رو عوض کنه یا زمین رو عوض کنه یا توپ رو عوض کنه، این اتفاق نخواهد افتاد. در حالی که مسئله حریف اون نیست، مسئله تور تنیس نیست، مسئله زمین بازی نیست، مسئله خود اون هست که لازم هست روی خودش کار بکنه، تمرین هایی انجام بده و تغییراتی رو در خودش به وجود بیاره، مسائل خودش رو مورد ارزیابی قرار بده. خب قطعا این باورها، این ترسها، این دفاعها وارد رابطه خواهد شد. شما فرض بکنید که اگر شما فردی باشید که فکر کنید که به مردها نمیشه اعتماد کرد، یا فکر بکنید که زنها آدمهای قابل اعتمادی نیستن، یا زنها موجودات ترسناکی هستن، خب این رو مطمئن باشید که بر اساس اون چیزی که بر اساس ناهوشیار خودتون عمل میکنید، مطمئنن در زندگی واقعی با باور خودتون روبرو خواهید شد و این در واقع نشون میده که مشکل اصلی شما پارتنر شما یا همسر شما نیست، بلکه اون تنها کاری که میکنه نشانگر مشکلات شما هست، در واقع اون نماینده انتخاب شما بر اساس باورهاتون، بر اساس زخمای عاطفی و کولبار عاطفی گذشتتون هست که اونها رو در واقع جلوی چشم شما متجسم میکنه. خب خیلی وقتا به دنبال این مسائلی که حالا دارم مطرح میکنم در مورد ناهوشیار، ما با افرادی روبرو میشیم که بر اساس یه سری مسائلی وارد رابطه میشن. یعنی حالا میبینیم خیلی واضح میگن برای اینکه از تنهایی در بیام، برای اینکه احساس خوبی ندارم، میخوام احساس خوبی داشته باشم، میخوام یه رابطه رو تشکیل بدم، میخوام ازدواج کنم مثلا. این رو حتی بیان میکنن، فکر میکنن که اون فرد جدید قرار بیاد حال اونها رو خوب بکنه، حال و هوای زندگیشون رو عوض بکنه،
خوشبختی براشون بر مقام بیاره، در حالی که هیچ کس برای شما خوشبختی به بار نخواهد آورد. یعنی در واقع هر فردی اگر خیلی هنرمند باشه برای خودش خوشبختی رو ایجاد خواهد کرد. یک فردی که شما انتخاب میکنین هر چند هم که یه همسر عالی باشه، یا نمیتونه و یا نمیخواد که این وضعیت رو برای شما بهبود ببخشه یا خوشبختی رو برای شما برمقام بیاره. خب حرف های آدم ها خیلی شنیدنیه. وقتی که باهاشون صحبت میکنی که چی شد که حالا بر چه اساسی این فرد رو انتخاب کردی، یا اصولا انتخابات بر چه اساسیه، چیزهایی که میشنویم از آدم ها، مثلا از زن ها خیلی میشنویم اینکه اون فرد قوی باشه، باهوش باشه، فردی باشه که پولدار باشه، فردی باشه که موقعیت اجتماعی خوبی داشته باشه، مهارتاش زیاد باشه، یا مثلا فردی باشه که والدین اون خانم اون رو تایید بکنن یا آدم ها تاییدش بکنن. یا راجب مرد ها خیلی اینو میشنویم که یک دختری باشه که خانومی باشه که خیلی باهوش باشه، موفق باشه، یا مثلا زیبا باشه، یا حالا مثلا آشپز خوبی باشه. خیلی از این مسائل رو میشنویم از افراد، در حالی که وقتی خوب نگاه میکنیم ببینیم این مواردی رو که دارن بهش اشاره میکنن، یک سری مواردی هست که خیلی دیرپاست، خیلی احتمال این که این موارد تغییر بکنن، از بین برن، وجود داره توی یک رابطه طولانی مدت. توی رابطه طولانی مدت یک مرد موفق معمولا در دسترس نیست، یا یک زن زیبا حتما پیر میشه و این زیبایی رو از دست میده، و این خیلی خطرناکه که علت انتخاب افراد در واقع بر اساس این المان ها صورت میگیره. خب خیلی مهمه ما پیدا کنیم ببینیم که چی شده که با این فرد ازدواج کردیم، در واقع علت انتخاب این فرد برای یک رابطه طولانی مدت توسط ما چی هست. این خیلی مهمه. خیلی وقتا یه جمله های رو افراد به کار میبرن، میگن که عاشقش شدم یا دوستش داشتم که انتخابش کردم. خب این جمله‌ای که میگه من عاشق این فرد شدم یا من این فرد رو دوست داشتم که باهاش ازدواج کردم، در واقع بیانگر اون چیزیه که فرد توی ذهنیت خودش داره. یعنی فردی که این جمله رو بیان میکنه، این جمله داره اون رو توصیف میکنه. فرد در واقع اون به دنبال خلأهای خودش هست. در واقع اگر که یک کمی این جمله رو باز بکنیم میبینیم که فرد عاشق آرزوهای خودش میشه، فرد عاشق تجربیات خودش میشه، فرد عاشق اون شرطی شدنهایی میشه که اون رو به عنوان عشق و دوست داشتن میشناسه. مثلا اگر که توی خانواده بزرگ شده که توهین و تحقیر جزء جدایی ناپذیر رابطه اون با افراد مهم زندگیش مثل والدینش بوده، قطعا عشق رو به این شکل شناسایی میکنه و پارتنری رو که باهاش وارد رابطه میشه از بین این افراد انتخاب میکنه. یعنی فردی رو انتخاب میکنه که این المان رو براش ایجاد بکنه، چون معنای عشق برای اون این خواهد بود. بنابراین این جمله‌ای که فرد بیان میکنه در واقع بیان آرزوهای خودشه، بیان اون خلأهای درونی خودش، یا بعضی جاها احساسهای بیکفایتی خودش هست. حتی خیلی مهمه، یعنی نمیخوام با این جملات، با این توضیحات، این جمله دوستت دارم رو، جمله عاشقش شدم رو زیر سوال ببرم. نه، اینطور نیست، بلکه به نظرم میاد که خیلی وقتها وقتی این جمله به کار برده میشه، بسیار ناآگاهانه و ناهوشیارانه به کار برده میشه و فرد خیلی وقتها خودش رو نمیشناسه، و فردی که خودش رو نمیشناسه نمیدونه که چه چیزی رو دوست داره و چرا دوست داره، به چه علتی دوست داره. ترجمه خیلی از این جملات، یعنی
این جمله که من این آدم رو دوست دارم، اگر که بخواد تکمیل بشه، جملات متفاوتی هست. بعضی وقتا تکمیل این جمله این هست که من این فرد رو دوست دارم چون جذابه، این فرد رو دوست دارم چون پولداره، این فرد رو دوست دارم چون به خاطر من جنگیده، این فرد رو دوست دارم چون قدرتمنده. یا حتی گاهی وقتا ترجمه های ناهوشیاری ما داریم که وقتی عمیق میشیم میبینیم که ریشه دوست داشتن این فرد یه چیزهایی بوده. این فرد رو دوست دارم چون شبیه پدرم غیر قابل دسترسه، این فرد رو دوست دارم چون مثل مادرم کنترلره، این فرد رو دوست دارم چون مثل مادرم فرد ضعیفیه. خب ببینید، اینها جملاتی هست که وقتی افراد رابطهشون، مسائلی که تو رابطه براشون ایجاد میشه بعد از تشکیل رابطه، اون رو باز میکنیم، به این موارد پی میبریم، اینها رو پیدا میکنیم، در واقع میبینیم که اون فرد عاشق آرزوهای خودش هست و این آرزوها رو در فرد مقابلش مورد جستجو قرار میده. خب پس اون رابطه که تشکیل میشه توسط دو فردی تشکیل میشه که بارو بونه های عاطفی گذشته خودشون رو به رابطه میارن و خیلی هم نسبت به این بارو بونه ها هوشیار نیستند. در واقع خطر به همین علت هست، نه به این علت که این اتفاقات در گذشته افتاده، کما اینکه همه ما دچار یه سری زخم های عاطفی خواهیم بود، بلکه به این علت که نسبت به این بارو بونه های گذشته عاطفی هوشیاری ندارن و این عدم هوشیاری کاملا اونها رو بی خبر از این مسئله میکنه که تحت کنترل این ناهوشیار وارد عمل میشن و کلیه واکنش هاشون بر اساس و انتخاب هاشون بر اساس این مسئله خواهد بود. خب ما در طول دوره رشدیمون، از کودکی تا نوجوانی، از نوجوانی تا بزرگسالی، تجربی رو داریم با والدینمون، در توی خانوادهمون ممکنه که مورد توجه قرار نگرفته باشیم، ممکنه که مورد حمایت کافی قرار نگرفته باشیم، ممکنه که احساس رضایت کافی رو توی رابطه با والدینمون، احساس امنیت کافی رو تجربه نکرده باشیم، همراه با ناامنی، احساس‌های ناامنی، احساس طرد شدگی، دوست نداشته شدن رشد پیدا بکنیم و این احساس ها رو وارد روابط آینده خودمون بکنیم. خب خیلی چیزها مد نظر هست، خیلی موارد من این رو میبینم، مثلا میبینم که دخترها در طول دوره رشدیشون در رابطه با پدرهاشون وقتی که بزرگسال میشن، بزرگتر میشن، پدر اون رابطه عاطفی خودشون، کیفیت رابطه عاطفی خودش رو حفظ نمیکنه با دخترش، نوازش های خودش رو قطع میکنه، احساس شرم میکنه و این در واقع آغاز قطع ارتباط پدر و دختر هست و این پیام های زیادی برای یک دختر داره و میتونه پیامدهای زیادی رو برای روابط اون، روابط عاطفی اون در آینده داشته باشه. پیامدهای زیاد، پیام‌های زیاد مثل اینکه اون دوست داشتنی نیست یا بدن اون مشکلاتی رو برای مردها ممکنه ایجاد بکنه، جذاب نیست، خواستنی نیست برای مردها، یا مثلا اینکه احساسات دردناکی مثل اینکه نمیتونه مورد توجه قرار بگیره رو برای اون به ارمغان خواهد آورد و این آغاز رشد زنانگی یک دختر هست، آغاز در واقع پایان، آغاز پایان رشد زنانگی یک دختر هست که توسط پدرش بدون اینکه پدر آگاه باشه میتونه رقم بخوره و این احساس ها رو یک دختر میتونه در روابط آینده خودش وارد بکنه. خب جریان ناخودآگاه خیلی پیچیده است. مطمئناً چیز مثالی که زدم راجع به دخترها میتونه تأثیر ناخودآگاهی روی رابطه داشته باشه. یا مثلا این جریان‌های عاطفی که
بچه ها توی روابط پدر مادر شاهدش هستن، اینکه خیلی وقتا یه سری رفتارها، یه سری صفاتی رو به صورت مثبت والدین ازش حرف میزنن توی خانواده، یا یه سری ارزش ها رو بهش معتقد هستن، ولی انقدر فضای رابطه خانواده پر از ریا و عدم اعتماد و تنش و جنگ و دعوا هست که بچه ها توی اون فضا گیج میشن و یاد میگیرن که راجب احساس خودشون هیچ وقت نباید صحبت بکنن. باز به صورت ناخودآگاه این شناخت و این احساس رو وارد روابط آینده خودشون میکنن، روابط عاطفی آینده خودشون میکنن، در حالی که خیلی بهش آگاه نیستن، نمیدونن چرا نمیتونن از احساسشون با پارتنرشون صحبت بکنن. اینا همه مواردی هست که توی شکل‌گیری ناهوشیار به خوبی دیده میشه و توی اثر شکل‌گیری ناهوشیار توی رابطه عاطفی کاملا واضح هست و میبینیم چنین چیزهایی رو. خب پس خیلی از اوقات وقتی که روابط رو میشکافیم، باز میکنیم، به خصوص وقتی برای افرادی که اون رابطه رو به پایان رسوندن و حالا طلاق گرفتن یا جدا شدن یا اون رابطه رو تموم کردن، وقتی که این مسائل رو براشون میشکافیم، میبینیم که علت مشکل پارتنر اونها نبوده، بلکه پارتنر فقط نشانگر یک مسئله و مشکل بوده. در واقع اون چیزی که برای اونها مسئله رو به وجود آورده ناهوشیار اونهاست و اون نوع انتخابی که بر اساس ناهوشیار داشتن و نوع ریاکشن هایی که بر اساس اون ناهوشیار داشتن. در واقع رفتارهای شما، پاسخهای شما تماما تحت تاثیر این مسئله قرار میگیره. خب ما خیلی وقتا این رو میبینیم که افراد، حتی این حالا تاثیر این ناهوشیار رو میخوام توی روابطتون بگم که به چه شکل میشه، میبینیم این رو وقتی که آدم ها اون جوری احساس نمیکنن که فکر میکنن باید احساس بکنن، در واقع میان و یک سپر دفاعی توی رابطه برای خودشون ایجاد میکنن. میبینیم میان و خودشون رو سرگرم یک سری مسائل دیگه میکنن. حالا ممکنه که خودشون رو سرگرم کار بکنن، بعضی وقتا سعی میکنن که رابطه رو با یه چیزهای دیگه ای پر کنن، آخر هفته ها سعی میکنن خیلی با هم روبرو نشن، مهمون زیاد دعوت میکنن، گرد همایی های دوستانه رو خیلی شرکت میکنن و هر آنچه رو که این دو نفر رو به عنوان پارتنر میتونه با هم روبرو بکنه ازش فرار میکنن به نحوی. اینو ما توی زوجها میبینیم. ممکنه که خیلی ظاهرن مورد قبول و منطقی هم به نظر برسه، ولی میبینیم با اینکه زمانهای زیادی رو با هم میگذرونن ولی خیلی از هم شناختی ندارن. یعنی انگار هیچ وقت با هم مواجه نشدن، هیچ وقت صمیمیتی رو با هم تجربه نکردن و حتی گاهی وقتا برای اینکه یک سپر دفاعی ایجاد بکنن از این موارد استفاده میکنن، برای اینکه هر نزدیک شدنی مشکلاتی رو برای اونها توی رابطه به وجود میاره. بنابراین چیزی که خیلی کمک میکنه به اینکه ما داریم چه میکنیم، حالا چه در انتخابمون، چه وقتی که انتخاب کردیم و حالا توی رابطه قرار گرفتیم، این هست که به ناهوشیار خودمون هوشیار باشیم، آگاه باشیم، بشناسیم اون رو. مسئله‌ای که وجود داره، خب خیلی دیده میشه این قضايا و خیلی ارتباط داره باز هم به ناهوشیار، و اون این هست که خیلی وقتا وقتی که ما توی رابطه قرار میگیریم و میبینیم که داره اون رابطه دچار اختلال شده یا داره از دست میره، میایم یه نقشی رو ایفا میکنیم برای اینکه اون رابطه رو حفظ بکنیم. چرا که یاد گرفتیم، این رو یاد گرفتیم توی رابطه با والدینمون که اونها رو راضی کنیم، یاد گرفتیم که همه چی رو درست کنیم برای اون که اونها راضی بشن، و حالا دوباره داریم توی روابط عاطفی خودمون این رو تکرار میکنیم و تبدیل میشیم به یک کدبانوی ماهر، تبدیل میشیم به یک ناناور مورد اطمینان که با وجود اینکه این خصلت‌ها و این صفات خیلی مثبت و پسندیده رو
میشه بهش نسبت داد، ولی از درون احساس پوچی میکنه، احساس نارضایتی میکنه. و بعد میبینیم که به دنبال این مسئله خیلی اتفاقا میفته، میبینیم که خیانت اتفاق میفته، میبینیم مثلث‌های عشقی اتفاق میفته، فرد رضایتی نداره از رابطهش و به نوعی اون نارضایتی خودش رو در رابطه دیگه جستجو میکنه، اون چیزی که حس میکنه که کمه توی رابطه از توی رابطه دیگه جستجو میکنه. خیلی وقتا وقتی خیانت ها رو بررسی میکنیم میبینیم که اون پارتنری که خیانت دیده در واقع مدت ها پیش رابطه عاطفی رو ترک کرده. خب شاید اولش خیلی براش این قضیه واضح نباشه، ولی وقتی که میپردازیم به مسئله رو باز میکنیم، خودش میبینه که از مدت ها قبل رابطه عاطفی رو ترک کرده بوده، رابطه عاطفی خیلی یخ زده بوده، هیچ شور و هیجانی درش وجود نداشته. و فرد مقابل برای اینکه یک شور و هیجان جدیدی رو ایجاد بکنه خیلی وقتا میره و دنبال فرد دیگه میگرده برای اینکه اون شور و هیجان رو به رابطه بیاره. خب حالا در واقع اون فرد هم فکر میکنه که میتونه به این شکل شروع هیجان رو به رابطه بیاره و تصورش این هست و بعد از یک مدتی اون هم با ناخودآگاه خودش مواجه میشه. جالبه که وقتی این مثلث‌های عشقی رو نگاه میکنیم میبینیم که اون فردی که وارد رابطه دو نفره شده دقیقا نقطه مقابل فردی هست که مورد خیانت واقع شده، یعنی همون چیزهایی رو با خودش میاره توی رابطه که فرد خیانت دیده از رابطه دریغ کرده. خب خیلی از اوقات ما خیلی نسبت به این مسئله هوشیار نیستیم، میایم و توی روابطمون به قدری درگیر ترس ها و درگیر توقعات خودمون هستیم که رابطه رو از شروع هیجان خارج خالی میکنیم و دائما به دنبال این هستیم که توقعات به یک چیزی برسیم، اما خیلی بهش هوشیار نیستیم چه چیزی میخوایم و از زندگی در حال دور میشیم و در واقع با تصویر همسرمون زندگی میکنیم بدون اینکه آگاه باشیم و اون کسی رو که داریم باهاش تایم میگذرونیم خود اون فرد نیست، تصویرشه، به این علت که ما خیلی درگیر ترس ها و توقعات خودمون هستیم. خب اینها خیلی میتونه که تعهدات رابطه رو زیر سوال ببره و خیانت هایی رو ایجاد بکنه، مثلث های عشقی رو ایجاد بکنه. سه نفری که توی مثلث عشقی حضور دارن هر سه نفرشون مسئله در تعهد و صمیمیت دارن، مشکلاتی در مورد تعهد و صمیمیت دارن و از مواجه شدن با واقعیت صمیمیت در واقع دوری میکنن. فردی که به دنبال پیدا کردن شور و هیجان و آوردن شور و هیجان به رابطه هست در واقع کسی هست که اون هم زخمای عاطفی داره و هیچ وقت نخواسته که اون کوله بار زخمای عاطفیش رو باهاش مواجه بشه و خیلی غیر مسئولانه برای اینکه اون دردهای درونی خودش رو تجربه نکنه میره و فرد دیگه رو توی رابطه وارد میکنه برای اینکه با یک شروع هیجان کاذب دردهای درونی خودش رو حس نکنه. در واقع این یک شیوه حل مسئله غیر مسئولانه هست که اون فرد مرتکب میشه. خب به دنبال این مسائل، خب حالا ما بحث ناخودآگاه رو مطرح کردیم راجع به روابط توی ازدواج و تأثیر اون توی رابطه و اینکه چطور میتونه رابطه رو تحت تأثیر قرار بده به لحاظ ریاکشن ها، به لحاظ مدیریت رابطه. خب بحث جدایی ها رو هم میخوام مطرح بکنم. خب خیلی وقتا جدایی هایی رو باهاش مواجه هستیم، حالا علت های مختلفی داره، بیوفایی هست، خشونت هست، حالا گاهی وقتا حتی مواد مخدر هست که باعث این جدایی ها میشه.
خب گاهی وقتا تجارب خیلی تلخی رو باهاش مواجه میشیم، حالا وقتی که توی اون فضای اتاق مشاوره هستیم و میبینیم که گاهی اوقات آدم ها وقتی که به جدایی روی میارن، جدایی براشون در واقع پنهان کننده مشکلات واقعی هست. گاهی اوقات جدایی گاهی وقتا میتونه درمان باشه، یعنی لازم هست، اما خیلی خوب هست که وقتی اتفاق میفته افراد بگردن و اون اتفاقاتی که افتاده و نقش خودشون رو توی این انتخاب، این جدایی بررسی بکنن. در اون صورت هست که میتونه خیلی کمک کننده باشه و باعث رشد بشه. این رو خیلی وقتا آدما میپرسن، به خصوص بعد از جدایی، که چطور کی میتونن وارد یک رابطه دیگه ای بشن. قطعا وقتی میتونن آدم ها وارد رابطه دیگه ای بشن که بتونن فرد قبلی رو بخشیده باشن. قطعا وقتی که ما از یه رابطه خارج شدیم و هنوز نسبت به فرد مقابلمون، فرد قبلی، نفرت داریم، این به معنی این هست که رفتارهای اون برای ما هنوز مهم هست. به این معنا هست که ما هنوز از اون توقعاتی داریم، توقع داریم که توجه کنه، توقع داریم که تغییر کنه، توقع داریم که اصلاح کنه، که در واقع انگار هنوز رابطمون رو تموم نکردیم. بنابراین دقت داشته باشیم که وقتی ما نبخشیدیم هنوز با اون فرد در رابطه هستیم. به نوعی ممکنه که به لحاظ تجربه واقعی رابطه ای نداشته باشیم، اما به لحاظ ذهنی هنوز رابطه ما حفظ شده و ما نمیتونیم وارد رابطه دیگه ای بشیم. بنابراین برای اینکه بتونیم به یک التیامی دست پیدا بکنیم، لازمه خروج از یک رابطه، یعنی وقتی که خارج میشید از یک رابطه، وقتی که طلاقی اتفاق میفته، حتما این هست که کمک بگیرید، کنکاش کنید خودتون رو، نقش خودتون رو بررسی بکنید، برای اینکه دوباره تکرار نشه این مسئله براتون، برای اینکه بدونید، خودتون رو بشناسید و به خودتون مسلط باشید برای یک انتخاب بهتر و برای یک واکنش های آگاهانه تر، یک انتخاب آگاهانه تر و واکنش های آگاهانه تر. من امیدوارم که توضیحات مختصری که حالا توی این جلسه خدمتون دادم تونسته باشه که یه سری از سوالایی که دوستان مطرح کردن رو پاسخگو باشه. در خدمتون خواهم بود. اگر سوالی داشتید میتونید سوال خودتون رو توی مسنجر برای من بنویسید یا توی واتساپ یا تلگرام به شماره 604-818-3071. در صورتی که نیاز به جلسه مشاوره داشتید، چه به صورت حضوری چه به صورت آنلاین، من میتونم در خدمتون باشم. میتونید به من پیغام بدید یا تماس بگیرید با شماره من. من در آخر دوباره شماره تلفنم رو اعلام خواهم کرد. بعضی از دوستان هستن که بیمه هایی دارن، میتونن از بیمه های خودشون استفاده بکنن، بیمه های تکمیلی یا بیمه های دانشجویی، که باز هم میتونین تماس بگیرین، من خدمتون توضیح بدم. بعضی از افراد هم هستن که تحت پوشش سازمان هایی هستن، مثل سازمان ویکتیم سرویسز یا سازمان حمایت از قربانیان خشونت، که میتونن از این خدمات به صورت مجانی استفاده بکنن، میتونن با من تماس بگیرن تا من شرایط رو خدمتشون عرض بکنم. شماره تلفن هایی که میتونید با من با تماس باشید با من در واتساپ حالا یا به صورت خط معمولی 604-818-3071 هست. به این علت که اختلاف ساعت وجود داره، من خواهشم این هست که اگر من پاسخگو نبودم برای من پیغام بگذارید. در صورت امکان من حتما با شما تماس خواهم گرفت. و دقت داشته باشید که میتونید فایل های صوتی برنامه های من رو از کانال تلگرام من داشته باشید، در دسترستون هست. من آدرس کانال تلگرام رو در زیر همین پست قرار میدم.
ضمناً از طریق یوتیوب هم میتونید برنامه های من رو ببینید و در خدمتتون خواهم بود و سپاسگزارم از اینکه با برنامه من همراهی میکنید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده که با موضوع دیگه‌ای در خدمتتون خواهم بود. خدا نگهدار همه شما.